خدا بره ادامه شیگرهای تو اصطلاحا تایپ اسکریپت. تایپ اسکریپت رو اگر بشه من امروز دیگه حالا بسیار از مسائلش مونده و جمعش بکنیم، حالا بحث اینترفیس و رید اونلی و استاتیک و جنریک و ماژول و اینا مونده توش که مهمه، چرا؟ چون حالا توی انگولار یا ریاکت یا نود در موقع استفاده خواهد شد و مفهومش رو بفهمید خیلی خوب. خب تقریبا نصف بیشتر شیگرهایی رو گفتیم، اصل کاریاش رو هم گفتیم یا حالا که به چه صورت در واقع شما کلاس رو دیفاین میکنید، حالا اسمی داشته باشه، پراپرتی داره، متد داره، کانستراکتور داره و میتونه اینهرتنس بشه و به این صورت. خب ما یه سری کلاس ها داریم به نام ابسترکت ها، یا فارسیش میشه انتزاعی. من فارسیش رو زیاد درک آنچنانی نسبت بهش ندارم. انتزاعی در واقع مجرد یا غیر قابل چی میگن؟ غیر قابل کپی شدن یا غیر قابل اصطلاحا تولید هم نوع خودش، هم مجرد دیگه. فکر کنم مفهوم مشخصه. از کلاسایی که مثلا ما اینجا یه کلاسی تشکیل میدیم به نام هیومن، درسته؟ فرض کنید من میام اینجا مثلا برمیگردم میگم مثلا پروتکتد و حالا مثلا فرست نیم، حتما آندرلاینش رو قبلش بذارید، این قانونی هستش که بین تمام برنامه‌نویسا هست. حالا استرینگ قرار شد که اینی بذارید چون بچه ها سوال داشتن، و پروتکتد با لاست نیم و این هم به همون صورت اینی. حالا کانستراکتور میتونه داشته باشه، حالا همین فرست نیم، فرست نیم و اینی و لاست نیم هم همینطور همون مقدار اینی باشه. خب که شما در واقع از طریق دیس میتونید دسترسی پیدا بکنید به این فرست نیم و این فرست نیم رو در ولیوش بنویسید، این هم لاست نیم و این لاست نیم رو توش بذارید. حالا مثلا من اینجا میام یه پابلیک متد دیتا رو هم تعریف دیگه، متدا معلومه چه جوری تعریف می‌شدن دیگه. حالا من اینا رو زیاد مدل‌های مختلف تعریف کردیم دیگه بلدین. اینجا فرض کنید من میام میگم کنسول می‌خوام بکنم، کنسول بات لاگ بکنم مقدار یا ریترن بکنم، چه فرقی نداره متوجه اون پروژه هستش که شما می‌خواید انجام بدم. و در این حد بهتون میگم فقط شما مفهوم رو بلد باشید که بتونید تو پروژه‌ای که حالا قرار هستش از این فریم ورک های لایبرری یا حالا زبان برنامه‌نویسی که مخاطب استفاده کنه سر پکیج فقط بلدش پیاده بکنید. خب اینجا خب شما آب خوردن الان میتونی بیا بگی که مثلا لت یه هیومنی، حالا هر نوع اسمی واسه ما میگه تی ای نیو هیومن میکنید و میزنید و اینجا آب خوردن میتونی الان بلد که گیر میده کانستراکت میگه پرش کن، فرض کن من میگم تورج و اینجا هم باشه مقدار آرمین و راحت میتونم در واقع بیام اینجا کنسول لاگ بگیرم مقدار تی ای تی ای رو خبیست خیلی تابلوی رو بیام اینجا و یه رفرش میکنیم و اینجا الان بزنیم توی کنسول مشخص بشه هیومن چی هست و یه فرست نیم و لست نیم داره داخلش توش نوشته شده و به این شکل حالا میاد در واقع قرار داره و شما میتونید راحت دیتا رو هم بزنید و آب خوردن بیاد بهتون حالا هیومن فرست نیم و لست نیم اینا رو بیاد نمایش بده و که اومد ریترن کرد یه اصطلاح خودمون. خب که اومد در واقع به این شکل اومد اینجا در واقع نمایش داد و این تی ای هم بزنید طول میکشه یه چند سال سب کنید که این رو در واقع این رو بیخونه بیاد به این شکل نمایشش بده. خب کافی هست و حالا کافی هستش رو فعلا بهتون بدم که من یه کلاس در واقع به نام استودنت درست بکنم، برگردم بگم اکستند کن. خب اینا چیزایی بود که ما درس دادیم مثلا به نام هیومن. الان آب خوردن اگه شما اینجا مثلا برگردید بگید مثلا پرایوت خلاص استودنت چیا داره پرسون لاست مثلا یه فون نامبر هم حسابش بکنیم بنده خدا رو بذارین و کانستراکتور رو که بزنید ببینید سوپر رو در واقع گذاشت. خب بعد دستگیر داره به اون چیزایی که تو اونجا وجود داره، از اون من اینی میذارمش و لست نیم هم همینطور. این هم کلی توضیح دادیم قبلا فکر میکنم خیلی ساده باشه. من یه فون هم اینجا میذارم از دو اینی این سوپر شما از فرست نیم و تو تمام زبان هم تشریف دارم شد من از اون زبان های چیز ها زبان های اسکریپتی مثل جاوا مثل پی اچ پی مثل حالا اینجا داره چون میذاره تو نود و اینا همه هستش ریاکت و حالا تایپ اسکریپت و اینا همه هستش. پایتون نه، پایتون یه چیزی دیگه یه سلف و اینا ما میذاریم توش. خب بماند اصلا کاری پایتون نداریم که اصلا پایتون رو هم به زودی من تو قالب هوش مصنوعی که در واقع کلاس دارم اصلا
توش مسئله توش بررسی میکنم، پایتون رو توش خواهم گفت. ببینید بعد نیست اصلا تو وبش رو هم کار خواهیم کرد که بتونید تو هوش هم استفاده بکنید. فقط اینجا باید یه دیس در واقع میبینید که من راحت فرستم و لسته و اینم دست دادم، راحت میتونید بگید فون نام برم فون رو بهش بدید و خب خیلی راحت میتونید بگید let حالا مثلا فرستم دیتا نیو student که شروع میکنه از اون دیتا گرفتن. درسته من میگم فرج آرمین و حالا یه فون نامبری هم اینجا میذاریم 3912 و یه کنسولات لاگ میگیریم مقدار دیتا رو. یه طول میکشه این ور متوجه بشه، صبر کنید، صبر میکنیم و میزنیم و میبینید که به این صورت خب اوکی هستش کافیه. من در از این اومده میتونم چیز بسازم دیگه، مثلا برگردم میگم let test new human و الان هم از شما در واقع میتونم مثلا بگم رجوع آرمین رو بدید و راحت کنسولات لاگ بگیرید مقدار تست رو و بیاید اینجا الان یه رفرش کوچولو بزنم ببینید ایشون هم همینطور کافی. من پشت این کلاس هیومن یه چیزی بزنم برام ابسترکت. خب ببینید چه اتفاقی میفته. میزنید و چند پا رو میزنید. خب ایشون در واقع داره میگه که شما نمیتونید از در واقع کلاس هایی که اصلا ابسترکت هستن بیاید چیکار کنید، اینستنس کنید یا نمونه آبجکت بسازید. خب پس به شما در واقع داره ایراد رو میده. نگاه نکنید طرف ساختار، این طرف شما نگاه نکن، چون جاوا اسکریپت چیزی به نام ابسترکت ایران نداره، این تو تایپ اسکریپت. پس ما چیکار بکنیم؟ ببینید همیشه حواستون باشه شما اگر کلاسی اومدید از نوع ابسترکت پشت یک کلاس رو قرار دادید نمیتونید چیکار بکنید، از روی اون کلاس ابسترکت چه ای رو بسازید. به خاطر همین بهش میگن ابسترکت اما انتزاعی یا مجرد. یعنی در واقع اگه من بیام اینجا برگردم بگم let حالا فرض کنیم پایینی وجود نداره مثلا let my data را اصلا بگیرم دیگه شما بقیه نمیتونید درست کنید new مثلا human اول ببینید human دیگه وجود نداره، تو باید اینجوری بنویسیش. حالا میادم از شروع بکنم مثلا این مقداری گرفتن روش اگه نگه داری حالا برمیگرد اینجا میگه که not در واقع create an instance of an abstract class. یه در واقع شما نمیتونی بیایی instance یه نمونه بسازی از روی human. چرا؟ چون از نوع abstract هستش. abstract تو تمام زمانه بررسیش فرقی نمیکنه، یعنی اینکه شما این کلاس در واقع کلاس انتزاعی هستش و شما نمیتونی از روی این کلاس چیکار کنی؟ مشتق کنی یا اصطلاحا نمونه یا آبجکتی رو بسازید. خب باید چیکار بکنید؟ میخوام در مورد ابسترکت رو صحبت بکنیم، خیلی پرکاربرد هم هست برای برای